عمران خان به دعوت رسمی رئیس جمهوری امروز به کابل آمد. رئیس جمهوری گفت آقای خان با پیام واضح که کاهش خشونت است و کابل آمده. همزمان عمران خان هم گفت اسلام آباد نقشش را در روند صلح افغانستان بازی کرده و هر چه در توان دارد برای به نتیجه رسیدن روند صلح و کاهش خشونت به کار می‌گیرد. در همین حال آگاهان اما می‌گویند اسلام آباد در قبال افغانستان صادق نیست و با این سفرها به دنبال اقفال جامعه جهانی است. از تعطیلی پایتخت تا فرش سرخ، زیر پای بلند پایترین مقام پاکستان، جنجالی ترین همسایه افغانستان در چهار دهه اخیر، و حالا شانه به شانه رئیس جمهوری برای ورق زدن صفحه جدید در روابط کابل اسلام آباد. ارگ ریاست جمهوری هدف اصلی سفر یک روزه عمران خان را گفتگو در مورد صلح، روابط دو جانبه و تقویت روابط تجاری گفته. اما رهبران افغان و پاکستان ساعت‌ها پشت درهای بسته گفتگو کردند. اینکه در چه مورد هنوز مشخص نیست. اما اینجا روی سخن مشخص است. کاهش خشونت و روند جاری صلح. چنان که رئیس جمهور غنی میگوید آقای خان با پیام واضح به کابل آمده. کاهش خشونت و رسیدن به یک توافق سیاسی. عمران خان هم گفت اسلام آباد هرچی در توان دارد در روند صلح افغانستان انجام می دهد تا خشونت ها کاهش یابد و افغانستان به صلح برسد. مهمترین بخش این پیام این است که خشونت راه حل نیست و همچنان باید دستاوردها و قانون اساسی حفظ شود. اتکا به خشونت راه رسیدن به صلح نیست و منطقه نیز این موضوع را درک کرده است. باید برای حل مشکلات از راه سیاسی پیش برویم، نه خشونت. با وجود اینکه گفتگوهای قطر جریان دارد، خشونت‌ها در حال افزایش است. هدف من از سفر با کابل این است که اطمینان دهم که پاکستان از هر آنچه که در توان دارد استفاده می‌کند تا خشونت‌ها کاهش یافته و به آتش بس منجر شود. با این حال باورهای این است که پاکستان به دنبال ثبات در افغانستان نیست و این حرف‌ها برای اغفال جامعه جهانی است. برای پنهان کردن اتهام حمایت اسلام آباد از تروریسم، اتهامی که دست کم 7 ماه کمک نظامی واشنگتن به اسلام آباد را به حالت تعلیق درآورد. یقیناً برای آمدن طالبان در کنار دولت و آمدن در صف و سطوح حکومت و نظام بحث نخواهد کرد، بلکه با در رابطه با طالبان به حیث یک دولت سایه بحث میکنه که طالبان با آمریکا به توافق رسیدن، شما هم جان سختی نکنین، اجازه بدین طالبان بیان دولت خود رو بسازن. دیوار بی‌اعتمادی در سالهای اخیر میان کابل و اسلام آباد بیشتر شده. حالا دو کشور تلاش میکنند آن را بردارند، حداقل با سفر هیئت‌های دیپلماتیک. اما باورها این است که این سفرها تأثیری در بهبود روابط دو کشور ندارد. متاسفانه که فضای اعتماد به اندازه مشکل پیدا کرده که این رفت آمدها به بارها صورت گرفته، اما تأثیرات مثبت چه مردم احساس نکرده. با این حال جای عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در این سفر آقای خان خالی است و اینکه غیبت او در شرایط کنونی که مذاکرات به بنبست خورده چه پیامی میتواند داشته باشد. رگه های در طبقات حاکمه افغانستان ممکن است یک سری گپای ویژه‌تر داشته باشه که آقای دکتر عبدالله به او دسترسی نداشته باشه و این سفر آقای عبدالله شاید به همین منظور سازماندهی شده باشه، چون مدیریت این بازی ها را یک من به انجام میده. کابل و اسلام آباد در حال تلاش میکند که یک صفحه جدیدی در روابط دو کشور باز کند که 5 سال پیش رئیس جمهور غنی گفته بود اگر پاکستان از حمایت تروریسم دست بر ندارد به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت میکند. محمد اسلام بهنوش، تلویزیون تمدن، کابل. برای بحث بیشتر در این مورد گفتگوی داشتم با آقای محمد جواد محدثی، آگاه روابط بین الملل، با طرح این سوال که عمران خان جنجالی ترین همسایه افغانستان امروز به کابل آمد. با توجه به وضعیت مبهم صلح و جنگ این سفر رو شما چگونه میبینید؟ من فکر میکنم که سفر عمران خان به کابل یا به افغانستان در این برهه حساس زمانی میتونه پیامدهای خودش را داشته باشه و ارزیابی که میتوان در رابطه با این سفر داشت این است که
پاکستانی‌ها تا حدودی را سیاستمداران و کارگزاران سیاسی در او کشور برای این امر واقف شده اند که تنش‌ها در افغانستان و تداوم منازعه در افغانستان به نفع پاکستان و همسایگان دیگر و در سطح کل در منطقه نخواهد بود و البته تا حدودی را زیر فشارهای کشورهای بین‌المللی یا جامعه بین‌الملل هم قرار داره و در گذشته فشارها بیشتر بوده و همه کشورها به اصطلاح حالا فهمیدن که پشت صحنه گروه طالبان و بسیاری از گروه های افراطی دیگر پاکستانی ها یا حکومت پاکستان قرار داره و برای که خودشان را تبرئه کنند و از این اتهام تا حدودی را به اصطلاح خودشان را مبرا سازند تا حدودی را تلاش های را آقای عمران خان و بسیاری از کارگزاران سیاسی در پاکستان در این اواخر روی دست گرفتند که تا حدودی به بحث صلح افغانستان و خاتمه بخشیدن منازعه در افغانستان تلاش‌های را حداقل بر حسب ظاهر از خود نشان بدهند تا او ذهنیت منفی که نسبت به پاکستان هم از سوی کشورهای بین‌المللی و هم کشورهای منطقه‌ای و هم در داخل افغانستان و در داخل پاکستان وجود دارد او ذهنیت منفی به اصطلاح پاک شود و رقمای تا حدودی را کمرنگ شود. آقای مهندسی، با توجه به صحبت‌هایی که شما کردین، آیا واقعا فکر می‌کنین که اسلام آباد آماده تغییر رویه شده؟ این یک به اصطلاح بحث دیگه ای هست که من برداشت من این هست با توجه به مطالعاتی که در رابطه با سیاست خارجی افغانستان داریم و به اصطلاح استراتژی‌هایی که در پاکستان خلاصه از سوی به اصطلاح کارگزاران سیاسی و سیاستمداران پاکستان اقتباس میشه به خصوص در رابطه با افغانستان، من فکر نکنم که تغییرات بنیادی و اساسی در رویکرد پاکستانی ها نسبت به تحولات افغانستان و بی‌ثباتی در افغانستان به اصطلاح به وجود بیاید به این زودی ها، جز ای که تضمینی از سوی افغانستان داده شود به پاکستان برای ای که مبنی برای ای که بحث خط دیورند خاتمه داده شده به اصطلاح اعلام شود و بحث مسائل روابط افغانستان با هند تا حدودی را برای پاکستانی ها تضمین داده شود که هند نمیتونه جایگاه پاکستان را در افغانستان تضعیف کنه یا جایگاه پاکستان را در افغانستان بگیره و یک سری بحث های دیگه هم هست که یعنی به اصطلاح باید افغانستان خود را به هند نزدیک نسازه بل. یعنی به اصطلاح جایگزینی برای پاکستان نتونه افغانها پیدا بکنه و او هم رقیب دیرینه منطقه‌ای پاکستان هند مخصوصا باشه یا حتی ایران باشه و بحث اختلافات اقتصادی هم وجود داره بین افغانستان و پاکستان، بحث ترانزیت و تجارت و گمرکات هست، بحث آب‌های افغانستان که به رود سین سرازیر میشه، اینا باید برای پاکستانی ها یک جوری اطمینان یا تضمین داده شود از سوی افغان ها تایی که پاکستان واقعا تغییرات بنیادی رو در استراتژی ها و سیاست های خودش نسبت به افغانستان به وجود بیاره. در غیر از اون صورت به نظر من هیچ وقت تغییرات اساسی رو ما به لحاظ عملی نمیتونیم در استراتژی یا در سیاست خارجی پاکستان نسبت به افغانستان مشاهده کنیم و هیچ وقت ثبات را در افغانستان پاکستانی ها نمیخواهد و عمق استراتژیک پاکستان در بی‌ثباتی افغانستان دیده میشود. دید بسیاری از کارگزاران سیاسی و نخبگان سیاسی افزاری در پاکستان. بله. حالا در صورت خروج آمریکا از افغانستان که این روزها بحثش هم بسیار گرم هست، یک بار دیگر اسلام آباد بر صلح و جنگ افغانستان فکر نمی‌کنین که مسلط شود و ابتکار عمل را دوباره به دست بگیره؟ اتفاقا بسیار سوال خوب و بجای را فرمودید. من برداشت من این هست که تلاش هایی که حالا سوی پاکستان ها صورت میگیره در این اواخر یک دید و بازدیدی را با ایرانی ها داشتن یا تلاش های منطقه‌ای را و گپ از صلح افغانستان و ثبات در افغانستان میزنن.
اجازه دن، یا این سفری را که آقای عمران خان به کابل یا به افغانستان داره، یا او استقبال گرمی را که از آقای دکتر صاحب عبدالله داشتن در پاکستان یا برخی از چهره‌های دیگه سیاسی که در پاکستان خلاصه ازشان استقبال صورت میگیره، به نظر من بیشتر در این راستا صورت گرفته و صورت خواهد گرفت که میخواید امو ابتکار عمل را در تحولات افغانستان پاکستانی ها در دست خود بگیره، همانند دوران جهاد در برابر به اصطلاح حکومت کمونیستی یا بالاخره وابسته به اتحاد جماهیر شوروی و همچنین به اصطلاح بلوک شرق. لذا خدمت عرض کنیم که این تلاش ها بیشتر بر اساس این فاکتور یا فرضیه قابل تحلیل و ارزیابی هست، برای که آمریکایی ها که خارج شده از افغانستان باز هم برای که مهره های دیگر یا کشورهای دیگر جایگاه خود را در تحولات افغانستان پیدا نکنه و ابزار یا اهرم تحولات را یا ابتکار عمل در تحولات آینده افغانستان و چشمنداز آینده افغانستان از دست پاکستانی ها خارج نشوه، این تلاش ها و این رفت آمد ها صورت میگیره و حتی یک به اصطلاح تا حدودی را یک تعدیلی نسبی را ما در رفتار پاکستانی ها و یا حداقل در گفتار و در بالاخره سیاست اعلامی پاکستان ما مشاهده می کنیم. گفتگویی بود با آقای محمد جواد محدثی، آگاه روابط بین الملل.